سلام خدمت کلیه سروران عزیز، و امروز دوباره دنباله داستان نویم رو دنبال میکنیم و امروز ماجرای جدیدی همونجور که قبلا گفتیم روز گذشته، چون تو اسرائیل داوری نبود، اسرائیل دوباره منحرف شدن، از هشم دور شده و دوباره با فلسطینی ها رفتن و 40 سال بندگی و بردگی نا کردن و عصبانی شدن و دوباره برگشتن پیش هشم و گفتن هشم غلط کردیم، خطا کردیم، ما نبودیم، دستمون بود، تقصیر آسینمون بود. خب هشم هم طبق معمول دعاشونو پذیرفت. چی کار بکنه؟ پدره، مادره، همه چی هست، دلش میسوزه، ناراحت میشه، همجور که گفتم طاقت گریه ما اسرائیل ها رو نداره. خب باشه، دوباره میام کمکتون. تا اینجا شو گفتیم. حالا توی سبت دان، توی یه شهری که بود، یکی از شهرهای سبت دان به نام سرا، یه مرد خدا ترس، متدین، صدیق، مهربون، بیازاری، خدا ترسی، با زنش زندگی میکرد که اسم مردو بود مانو. این مردو وضع مالیش خوب بود، زندگی مرفعی داشت، زنش هم خیلی زن صدیقتی بود، پارسا بود و اینا، میشه تو را یشم بود. هر کس هم کمکی میخواست، چیزی میخواست، اینا میشه آماده به کمک بود. با وجودی که از علم تو را خیلی بلند نبودن، مخصوصا که دیگه اسرائیل ها به طرف کج رفته بودن، خب علم تورا تو مردم کم شده بود، ولی نه، با وجود که علم توراشون خیلی زیاد نبود، یعنی دانش تورا زیاد نداشتن، ولی همچنان وابسته به هشم بود، یعنی از رای هشم کج نشده بود. این مانو و زنش که دو تا آدم خیلی خوب و خوش قلب و مهربون بودن، با وضع مالی خوبی داشتن، یه اشکالی داشت. اشکالشون چی بود؟ تو زندگی بچه دار نشده بود، بدون بچه بودن، و با وجودی که سنشون دیگه رفته بود بالا، دو تا تک تنها بود. مرد معمولا میرفت تو مزرعش روزا کار میکه و جنس هایی که درست میکه، مثلا بذرش، گندمش، جوش، علوفهاش، هر از گاهی هم میبرد تو شهر و میفروخت، یه پولی در میآورد. زنو هم که تک و تنها بود، بچه چیزی نداشت، یه خورداش پزی میکرد برای خودش و شوهرش، با قیروز هم که بیکار میشد میرفت تو سهراش، تو یه باغ میوه داشت، میرفت تو باغ میوه او. یه جوبابی هم داشت تو جو. خب دیگه باغ داری، یه جوبابی هم حتما داری دیگه. میرفت تو باغو یه سرکشی میکرد در روز به باغ، بعدش هم مثلا که یه سرکشی میکرد، میوه رو خوب بند میکرد، کاراشو میکرد، میومد مینشست پای جوبو آبو اگه هوا خوب بود، و پاش میکرد تو جوبو، مینشست باشه با خدای خودش حرف میزد، نظر و نیاز میکرد، و تقریبا هر روز یه 2-3 ساعتی میرفت توی جوبو، کنار جوبو می نشست، کاری نداشت.
بچه که نداشت که بخواد بده به دنبال بچه و وقت خودشو تو باغ و صرف میگه تا مثلا دیگه شوهرش از شهر برگرده بره پیشش. هر روز برنامه زن و اینجور. یکی از روزا که رفته و زن و تو باغو یه سرکشی کرد به باغو و میوه و اینا، بعد رفت نشست کنار سایه یه درختی و دوباره طبق معمول پاشم که تو جوبو یه شلاب شلوب که مطمئن میکرد یه شعری هم میخون با خدای خودش ناز و نیاز میکرد. در همین موقع که نشسته بود و سرگرم کارهای خودش بود، یعنی به خدای خودش راز و نیاز میکرد و پاشم تو آبو بود، یه احساس که یه نفر پشت سرش برگردون، دید یک مرد خیلی خوشقیافه جا افتاده سرخ و سفیدی قد بلندی با قیافه نورانی پشت سرش بایستاده، خیلی شیک، خوب، مرتب، منظم. جا خورد زنو کیکیه، یه خوردم دست و پاچه شد، زودی پاش از تو کشید بیرون، اومد از تو جوی بیرون و وایستاد جلوی مردو. چون خیلی مردو با ابهت بود و خیلی ترگل مرگل بود، به قول خودمون گفتنی تعظیم که جلو مردو گفت، گفت آقای من شما کی هستید؟ اینجا چی کار میکنید؟ چی کار داری؟ به دست که بگیم مثلا شما به چقی اومدی تو باقی ما؟ تو کی هستی اومدی؟ ولی از قیافش که یه جور قیافه بلند و نورانی و روشنی و خیلی جا افتاده بود گیرا شد، گفت شما از ما چی، از من چی میخوای؟ سرور من. با خیلی احترام مردو کرد به زنو، گفت من اومدم اینجا برات خبر دارم از جانب عشق. گفت چه خبری داری؟ چی میخوایی به ما بگی؟ به من بگی. گفت ببین، من میدونم که شما، تو و شوهره به سن پیری رسیدید تقریبا و بچه دار نشدید و هیچ بچه هم ندارید و تک و تنها هستید. من اومدم اینجا بهتون مژدگونی بدم که سال دیگه این موقع تو یه پسری توی بغلت خواهی داشت و ای بس پسرو پسر نظر کرده استش. و هشم گفتی که من به شما بگم که پسرو چون نظر کرده استش باید بشه نظیر و تو از الان به بعد اخ نداری هیچ چیزی از درخت مو بخوری، استفاده کنی تا وقتی که ای بچه متولد بشه و وقتی که ای پسر متولد شده از تو، تا آخر عمرش عق نداره از ایچ فراوردهی از درخت مو بخوره و این نظیر عشمه. خب و تو آخر عمرش هم باید نظیر بمونه، عمق نداره، موهاشو هرگز کوتاه کنه. و تو هم تا وقتی که از این لحظه تا وقتی که بچه متولد نشده
حق خوردن هیچ گونه فراورده ای از درخت انگور نداری. زن میگه قربان سرور من چی داری میگی؟ میگم که بهت گفتم. تا زنون یاد چیز خود راجبش بکنه مردو غیبش میزن. حالا ما یه خورده برمیگردیم عقب، دوباره میریم جلو. یه زن شوورو که اسم شوورو بود همونجور که براتون گفتم، اسمش بود مانو. مانو چون بچه دار نبود، تو شهر رو که زندگی میکرد که شهر رو اسمش بود سرا، همه که بچه دار بودن ولی بچه دار نبود. میبخشید و اون موقع مردم شهر چون دیده بودن مانو و زنش بچه دار نیستن، وقتی که خودشون بچه هاشون بزرگ میشد، خب عروسی داشتن، بچه هاشون دومان میشدن، عروس میشدن، جشن عروسی میگرفتن، ایش کس حتی از قموخیش های خودشون آزر نمیشدن به مانو و زنش تو ایش یکم از عروسی ها دعوت کنه و نمی اومدن محل مانو و زنش بیزارن. قد تا داورو که بهتون دیرو روز قبل گفتم اسمش بود ایبسان، که دارای 30 تا پسر و 30 تا دختر بود و گفتم همشون به سرانجام خودشون رسون، یعنی 60 تا عروسی که تویش کدوم این 60 تا عروسی و هیچ وقت مانو و زنش دعوت نمیکرد. حالا چرا؟ دو تا دلیل داشت که اینا نمی اومدن مانو و زنش رو دعوت کنن. یکیش این بود که می گفتن خب ما جشن میگیریم، همه کار میکنیم، مردم میان تو جشن ما، خب ما پول خرج میکنیم، اینا میان، اینا که بچه دار نیستن، اینا که بچه ندارن، وقتی بچه ندادن در نتیجه نمیشه میان تو خوشحالی ما میخورن و میکوبن و میرن، اینا که بچه دار نیستن که بچه داشته باشن که فرد بخوان عروسی بگیرن جشن میگیرن برای بچه هاشون، در نتیجه هیچ وقت دعوت ما نمیکنه. اینا میشه وقت یاد گرفتن میخوان بیان بخورن و برن، وقتی که اینا حاضر نیستن پس بدن، یعنی بچه ای ندارن که پس بدن که یه روز هم ما دعوت کنم بریم خونه شو، برای چی من اینا دعوت کنم؟ نمی کنم. اینا همش می آخوره من بخورن و برم، ما هیچ وقت نریم خونه اینا چون بچه ندارم، پس ما هم دعوتشون نمی کنم. یه دلیلشی بود، گفتن خب چه فایده داره که ما دعوت اینا کنیم. دلیل دومش که خیلی قوی تر بود، گفتن اینا چون بچه نداره وقتی که بیان تو جشن عروسی ما چای ما نظر میزنن، چشم بد میزنن به بچه همون، اسرد میخورن از همون، ولان بکن دو تا اسرد خور، برای چی میخواییم بیان تو جشن عروسی؟ به همین خاطر میگفتن ما اینا برای چی باید دعوت کنیم؟ دعوت نمی کنیم. هیچ که حاضر نمیشده مانو و زنشو تو جشن عروسیشون دعوت کنه. به همین خاطر اینا میشه تنها بودن تو خونهشون. یک دوم منده ببینید عزیزان من، دلیل نکیه دلیل چیز که میگم و از تو میگه خب میدونم، نه کسایی هستن که نمیدونه. میخوام راجع به نظیر بگم، شاید برای بعضیا پیش بیاد که بگن نظیر چیه. من اینجا باید یه تذکر بدم که مردو که اومد به مانو به زن مانو گفت تو سال دیگه صاحب بچه میشی، که البته این فرشته خدا بود، که این فرشته میاد به اینا میگه
و باید به چشم از این لحظه به بعد نظیر باشی یعنی چی؟ نظیر از نظر دین یهود به کسی میگن که هرگز موهاشو نمیزنه، اگر هم میزنه تو موقعی که قرار نظیر باشه موهاشو نمیزنه. مثلا یه نفر میاد نذر میکنه میگه من میخوام برای یه سال نظیر باشم، برای 2 سال نظیر باشم، برای 7 سال نظیر باشم. در این مدتی که میخوان نظیر باشه یا مثلا یه ماه، توی این مدت تو باید چند تا کار انجام بده. 1. موهاشو نمیزنه. 2. هیچ گونه فراورده‌ای که از درخت میوه انگور یا تاک باشه یا مو باشه که ستاش یکیه حق خوردن نداره، یعنی غورش نمیتونه بخوره، انگورش نمیتونه بخوره، کشمشش نمیتونه بخوره، برگ درختش نمیتونه بخوره که مثلا باش خوره که دورم ما درست میکنیم، میدونی؟ نمیتونه بخوره. و حتی برای که مطمئن بشن کسی دست بهش نمیزنه، حتی میگن حق نداره از جایی که مو درخت انگور هستش ردشه، چون مبادا یه دفعه حواسش بکشه یادش بره، یه مواظب نباشه دست بزنه به درخت انگور، یه انگوری داشته باشه، یه غوره‌ای داشته باشه، یه چیز داشته باشه یا بکنه تو دهنش. به همین خاطر حتی خاخامین میگن کسی که میشه نظیر حتی نباید از نزدیک یه درخت انگوری هم رد بشه. حال بعضیاتون دارن خب بگید چه چیز مهمیه، راستش امروز زیاد مهم نیست ولی در دوران گذشته خیلی مهم بوده. یه چه عجب چه مهم بوده. ببینید ما امروز سن و نوشیدنی داریم، پپسی داریم، اورنج داریم، سودا داریم، وی داریم، آب گازدار داریم، چه میدونم عرق گاوزبون داریم، عرق فلان داریم، عرق بیسار داریم، نوشیدنی هایی که خودتون چپ و راست میدونید، آب پرتقال داریم، آب موز داریم، آب شیر، آب اواویج داریم، شیر بستنی داریم، چه میدونم همه اینا داریم، همه اینا وجود داره. در نتیجه شما میگید تا خب یا به انگوری نخوریم بیگ دیل، یه شرابی هم نخوریم بیگ دیل، راست میگی، برای امروز راست. در دوران گذشته یعنی تا حتی 100 سال پیش 150 سال پیش شراب یا گرپ جوس یا به انگور یکی از مهمترین نوشیدنی هایی بوده که وجود داشته، یعنی یا آب باید بوده میخورده یه نفر، یا شراب میخورده یا به انگور میخورده. حالا اگه قرار بشه شراب و به انگورش بره کنار یا به خالی میمونه، تازه سرکه هم دیگه نمیتونه بخوره. سرکه هم فقط مال انگور بوده، مثل امروز نیستش که از سیبم سرکه درست میکنه. بعد سرکه یکی از غذاهای اصلیه مردم بوده، ترشی باش درست میکردن، مثل کاو ترشی که میخوردیم، هزار تا امیز یکی از چیزای خیلی مهم زندگی تا 100 سال پیش انگور بوده و آب انگور بوده و شراب بوده و سرکه بوده و اینا بوده. حالا اگه شما این قطع میکردید فقط به یابی بند بودید. در نتیجه خیلی مهم بوده، یعنی کسی که می شده نظیر و دیگه انگور نمی خورده راستی راستی داشته از خودش می گذشته برایش. خب الان نظیر می شه، یعنی در نتیجه شما زیاد قضاوت نکنید با ماجرای امروز، بگید خب چه چیز مهمی حالا انگور نخوره، خیلی مهم بوده اون موقع. و فرشته وقت میگه و میره،
زن ای بر نگاه میکنه، او بر نگاه میکنه، کو مردو خدا کوش نیست. در این موقع زنو خوشحال خوشحال میگه خواب ندیدم، نکنه خواب دیده باشم، اون قربون شاه خواب دیدم. اصلا میدونی ممکنه من زیر درختون زیر کنار جوبو که نشسته بودم خواب دیدم. بخو میگه نه خب من وایستادم چجوری میتونم خواب دیده باشم؟ حالا یه خورده میترسه، یه خورده میلرزه، یه خورده خوشحاله، یه خورده ناراحته، یه خورده میخنده، یه خورده ماجواجه، همه اینا تو همه. بعد خودش میاد تو میگه نه حتما درسته. چیکار میکنه؟ میگه بلنشم برم پیش شوهر. با دو از تو باغ و در میاد تو میدوه به طرف خونش. وقتی که میدوه میبینه شوهرش هم داره میاد. با دو میره پیش شوهر رو. شوهر تا میبینتش میگه چه خبرت؟ یه جور میدوی؟ میگه نمیدونی چی تو شده. میگه چی تو شده؟ میگه بهت بگم باوره نمیشه. میگه برای چی باورم نشه؟ میگه یه خبر خوبی دارم برام. خب چه خبریه؟ میگه میترسم بهت بگم. زنو میگه خب برای چی میترسی؟ میگه میترسم باوره نشه. میگه خب اگه فکر کنی باورم نمیشه پس بریم. میگه نه خب میخوام بهت بگم. میگه خب اگه میخوای بگی خب بگو. یا میترسم بهت بگم قبول نکنی؟ یا خب میگه چی کار بکنم؟ میخوای بگی یا نمیخوای بگی؟ یا میخوام بگم ولی نمیدونم بهت بگم یا نگم. مردم عصبانی میشه. میگه خب اگه میخوای بگی بگو، اگه نمیخوای بگی برو راجبش فکر کن بعدا بیا بگو. زن میگه نه میخوام بهت بگم. میگه خب پس بهم بگو. یه مسخره هم نمیکنی؟ شوهر میگه بار بچه بخوام مسخرت بکنم. میگه خب میترسم. میگه خب نه ترس، من کاری نمیکنم. یا نمیدونی چی تو شده؟ خب بگو ببینم چی تو شده. یا الان میگم میدونی من مثل همیشه رفته بودم تو باغ. خب رفت تو باغ که رفت تو میگه دوتا پامم کرده بودم تو جوبه آب. میگه خوب کاری کرده بود. میگم جو که نشسته بودم و داشتم باشم درد دل میکرد. میگه خوب کار خوبی کردی؟ خیلی کار خوبی کردی. چه کار خوبی کردی؟ باری کلا. من منظورم به این نبوده که. میگه خب از منظورت به چی بوده؟ میگم جو که پسند میکردم شلاب شلو میکردم با پام تو آبو یه احساس کردم یه نفر پشت. میگه چی بود پشت سره؟ نکنه یه سگی یه گرگی بود؟ نه یادمی بود. یادمی بود؟ از کجا اومده بود تو باغو؟ نه ترسیدی؟ چی میگی میترسم؟ من میخوام برات بگم. میگه خب بگو بینم کارید که چی کارون بکنه؟ میگه خب کی بود؟ اومده بود اذیتت کنیم؟ نه بابا نمیخوره آخه در من بهت میگم میترسم بهت بگم. میگه خب نه ترس بهم بگو. یه مرد بود یه قیافه نورانی داشت، خیلی قد بلند بود، خیلی خوشرو، خوش قد و بالا، قد بلند، شیک و پیک. میخو این مردو چی کار میکرد تو باغ ما؟ خون مینداختش بیرون؟ چی بندازمش بیرون؟ یه زن ناخلا وایستادی با زن ما مرد قریب هم زدی؟ خجالت نمیکشی؟ میمیشه راست وایستاده برات بگم چی تو شد؟ میگه خواهم اینجاش گفتی دیگه بس اون دیگه میخوای چی برام بگی؟ میگه که نه تو نشد وایست برات میخوام تا از بگم چی تو شده. میگم اینا گفتن روز میخوای بگم بگی چی تو شده؟ خجالت بکش. چی خجالت بکش؟ من میگه خب چی کاره داشت؟ بگو اینم چی کاره داشت؟ زنان دیگه که میگه خورده اول شده بوده و میترسیده و میلرزیده میگه والا نمیدونی. اومد جلو و گفتش که تو با شوهره از طرف هشم من براتون مسیج آوردم. چه پیغامی آورده؟ گفتش که به من دو سال دیگه این موقع هشم گفته بچه دار میشی و یه پسری میاری. میگه بارو بابا خواب دیدی خیره، توی سن و سال و دیگه منو تو حامله میشیم، دیگه تو حامله میشی، ما بچه دار میشیم. خواب دیدی همونجا او که نشسته بودی یا خواب بردته؟ زمین هیچ بالا به پیر به پیغمبر خوابم نبرده بود. چی داری میگی؟ تو حامله میشی، تو بچه دار میشی، منم بچه دار میشم، توی سن
تو دوره جوانیمون ما بچه دار نشدیم دیگه، مال تو سن پیر جوان شد. زنو میگه بیبی با گوش خودم فهمیدم. میگه خب چیکی چی گفت؟ میگه خب نمیزه تا برات بگم. میگه خب بگو برام بگو چی میخوای بگی؟ میگه بگو. از اینجاش معلوم بوده که خواب بوده. میگه نه بهم گفته این بچه که میخواد متولد بشه باید نظیر باشه، نباید نه از درخت انگور چیزی بخوره، نه موهاش بتراشی، و باید هم من نظر نمیه الان یک خوردن هیچ میوه انگوری ندارم، هیچ چیزی مال درخت مو حق ندارم بخورم، نه میوهش نه برگش نه شاخش نه هیچ، تا این بچه متولد بشه. میگه برو بابا خواب دیدی، باور کن نشسته بودی خوابت برده، بلند شده فکر کردی یه خبری. زن میگه باور کن من خوابم نبرده بود، میدونم خوابم نبرده بود چون وایستاده بودم. میگه خب تو وایستاده خواب رفتی، یکی میتونه تو وایستاده خواب بره که تا به من میگه تو خواب وایستاده خواب میری؟ میگه خب مرد کجاست بیا ببریم نشونام بده. ببریم تو باغو بود. خب بدو بریم تو باغو ببینیم هستش نه، من خواهم از بینمش این مرد جانو. میرن تو باغو این بر نگاه میکنن و بر نگاه میکنن، زن میگه ببین باور کن اینجا بایستده بودم کنار جبو بود مردم. میگه خب مردو چی کار تو داشت؟ میگه خب بهت گفتم اومده گفته سال دیگه من از طرف هشم براتون پیغام بردم، سال دیگه موقع شما صاحب یه پسری میشی، این پسر رو هم نباید درخت انگوری چی بخوره. من هم از الان تا وقتی که این بچه متولد نشده عق ندارم دیگه میوه انگور بخوره، وقتی هم بچه متولد شد تا آخر عمرش عق نداره از درخت میوه چی بخوره، از درخت میوه مو چی بخوره. خب بعد هم عق نداریم ماش کوتاه کنیم، این نظیرشم. زمین مرد یه خود سرش میخارونه، یه خود فکر میکنه، میگه والا من خونه میفهمم تو چی میگی، مردو هم خونیست به نظر من تو خوابت برده بود. زنو قسم هایه والا به پیغمبر من خوابم نبرده بوده، نامش که میگم راستیه. زنو مردو که منو باشه نمیکنه به زنو، میگه خب من این نمیدونی چی حرفت قبول ولی به یه شرط. میگه چه شرط؟ که اگه این مرد رو دوباره دیدی هر وقت دیدی بهش میگی وایسه میای صدای من میزنی تا من هم برم ببینم، تا من خودم این مرد رو نبینم و با حرف نزنم قبول نیست. زنش در میاد میگه منو من که دروغه نمیگم، من که با تو شوخی ندارم. یه منو هم در میاد میگه من این چیزا قبول ندارم، من تا خودم این مرد رو نبینم و با حرف نزنم قبول نیست. زن من میگه چشم، اگه دیدمش با میدارمش نگرش میدارم تو بیه با حرف بزن خوبه. من میگه اگه من دیدمش و همین چیزا به من گفت موقع تا اینجور که حرف نزدن خوب برمیگردن خونه. و حالا مردو فکر میکنه که زنش خواب دیده، زنو هم خودش میترسه که شاید خواب دیده. تا یه مدتی چند روزی میگذره، زنو هم اینجور که دوباره تو باغو بوده میره مردو فرشته. البته اینا نمیدونن که این فرشته، من دارم به شما میگم، من جلو وکی بهتون گفتم، خب جلو وکی بهتون گفتم، تو کتاب هم حالا نمیگه. زنو منو این مردم میره جلو میره سرور من قربون شما بشم فلان بشم بیسا بشم. میگه چیه؟ میگه والا از وقتی که خبر رو دادی به منو شوهرم کشتتون، شوهرم که قبول اون نداره، فکر میکنه من خواب دیدم. میگه تو از جون من چی میخوای؟ معلوم میگه میوالا
تو رو بکن، خواهش میکنم والا، رو دست با تون میافتم، دست با تون میبوسم، تو رو بکن، تو رو بکن، میشه خواهش کنم والا یه دقیقم اینجا وایسی نبرم شوهرمو بردارم یا شما هم یه حرف ها که به من زدی تا قربونتون به شوهر من هم بزنی تا این شوهر من قبول بکنه شما راست میگی، هرچی کبنش میگم میگه من دروغ میگم، خواهش میکنم تو رو بکی تو رو بکی میشه وایسی یه دقیقه خودت بشورم بگو والا اگه بهش نگی یا من روزگارم سیاه میکنه، دیوونم میکنه، فلان میکنه، بیسار میکنه، مردم هم که میبینه جور زنو جلز و لز میکنه میگه خب میدونی چه منم اینجا وایسم، برو شوهرت بردار بیا، زنو خوشا خوشا بدو 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 میره خونه، میره خونه و میگه منو 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 میگه چه خبرته چطور شده خونه رو سرت گذاشتی، میگه نمیدونی چی توشه، میگه خب بگو نم چی توشه، میگه مرد تو باغ، میگه برا این شوخی نمیکنم، میگه دوباره خواب دیدی، والا بالله خواب ندیدم، خود بهش هم گفتم وایسه اونجا تو بیای با من بریم نشونت بدم، میگه دروغ هم نگی ها، میگه چه دروغی کنم مرد وایساده بادو، میگه خب پاشو بادو 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 اونم زودی منو هم تفشش میکنه پاو دنبال زنو میدوه، مرد و زنو بادو منو بادو زنو بادو منو بادو 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 میرن تو باغو، میرن تو باغو همینجور که میگردن میرنم زنو میرنه مردو هایستن رو میکنه بشواره یه منو منو اینا اینا این مردوه، من نگاه میکنه اینه یه مرد خوش قیافه قد بلند خوشگل زیبا جذاب که سرخ و سفیده و قیافه خیلی جذابی داره وایساده، میره طرفش میگه سرور من قربون شما بشم، یه زن من یه چیزایی به من گفته، میشه دوباره خواهش کنم خواهشن دوباره به منم بگی، مردون میکنه به منو میخو من به زنت گفتم دیگه، میخوای به تو چی بگم، می تو رو بگی تو رو بگی خواهش میکنم به منم یه دفعه دیگه بگی، من مطمئن نیستم این زنم خوب فهمده باشه، مردم میگه بابا جون قربونه تو عزیز من عشم به من گفت این پیغامو بدم به شما، آره یه دفعه دیگه هم به تو میگم خوبه، یا خیلی ممنون میشم دستتون در نکنه، خواهش یه دفعه دیگه هم به من بگی چی گفتی، میگه زن تو قرار سال دیگه یه موقع صاحب یه پسری بشه، خب این پسر رو باید نظیر باشه، عقل نداره از میوه مو هیچ چیزی بخوره تا آخر عمرش، موهاش هم عقل نداره هیچ وقت کوتاه کنه، زنت هم از همون روزی که بهش گفتم تا وقتی که این بچه متولد بشه عقل خوردن هیچ میوه مو نداره، هیچ چیزی پروداکت مو نداره، خب فهمیدی؟ منو یه خود فکر میکنم یا آقا فهمیدم، میگه مطمئنی که خوب فهمیدی، میگه فکر میکنم خوب فهمیدم، ناخ یه خود ساده بودم، میگه دیگه تیاج نیست دوباره بهت بگم، منو میگه نه نه قربون دستتون قربون زبونتون خ... یعنی یه دفعه که گفتی دیگه من فهمیدم، میگه حتما حتما فهمیدی، میگه میگه خب ولی میتونم برم، میگه والا قربونتون نمیشه برید، میگه برای چی نمیتونم برم، میگه میشه خواهش کنم بگی اسمتون چیه، مردم میگه چیکار اسم من داری؟ اسم من یه اسمی که ایش که نمیتونه پرون تلفظ کنه، تو چیکارت به اسم من؟ من یه پیغامی برای تو آوردم همی، من رو میکنم یه چشم ولی نمخواید اسمتون والا بگین، خب نگه مانه نداره، منم جور دام کنم میشال ازتون خواهش کنم، حالا که شما اینجا بایستادید من ندقی برم یه ناری براتون بیارم، خواهش میکنم اجازه بدید من برم یه بره کباب کنم براتون بیارم با شراب و با نون و اینا، مردم میگه من خوراک نمیخورم ولی اگه تو دوست داری که خوراک برای من بیاری برو یه بسکالی که میخوای بکشم، همون خوراکایی که میخوای برای من بیاری بیار اینجا ما قربانش میکنیم، منوخ هم خوشحال خوشحال میشه میره زودی یه بسکالی برمیداره میاد تو یه تکه نون میاره و یه بطری شرابی میاره و میذار جلو مردم میگه بیاید اینا همچین کاجکا بکنی، یا سرش بابا سر بزقاله اون میباره تیکه تیکهش میکنه، میخو بذارش رو سنگو، بذار رو سنگو
یه شراب هم بذار رو شراب هم بذار یه نون هم بذار رو نون هم بذار رو یه خب حالا و یک قربانی کنید یه خب اجازه بدید من برم آتیش بیارم. مردم میگه نه احتیاج نیست آتیش بیاری، من خودم آتیش نه، شما خودتون آتیش داری کواتشتون اینجا نشونه نید. در این موقع مرد و اصلاش در میاره میزنه به سنگو، از دو دل سنگو آتیش در میاره و همه خوراکو میسوزونه و خاکستر میکنه و دودش میره بالا. تا دودو میخواد بره بالا مردو میپره تو آتیشو با دودو میره تو شمعی میره بالا. در این موقع مانوخ و زنش میفهمن که این فرشته خدا بوده و در واقع این فرشته بوده که اومده این خبر رو به اینا داده، چون با دودو مستقیم میره تو شمعی میره تو آسمون. در این موقع مانو میافته رو زمین تعظیم میکنه و شروع میکنه به گریه کردن. دانش میگه بعد وقت برای چی نشستی گریه میکنی؟ مهدیمون شدی که گریه میکنی؟ و کلا خوشحال باش فرشته هاشم دید یه بعد بخش شدیم. مانو میگه برای چی بعد بخش شدیم؟ خیلی هم خوشبخش شدیم، هم صاحب پسر داری میخواییم بشیم، هم فرشته هاشم دیدیم. یه بعد وقت فرشته هاشم هر کی ببینه نمیمیره، منو تو حاله میافتیم میمیره. در میگه با دواره که میمیریم، این فرشته اومده بود به همون خبر داد که تازه ما قراره یه سالی زندگی بکنیم صاحب بچه بشیم، حالا میافتیم میمیریم. خواب دیدی خیره، خواهی خواستیم میمیریم، خواهی قرار بود میمیریم، برای چون من به همون گفت شما تا یه سالی قراره صاحب بچه بشی تو بچه تونم نزیره و از چیز نخوری، تدر میوه مو نخوری، تو چیز مو نخوری، تو باید از سر موهاش بچه تونم کوتاه نکنی. حالا اومدی میگه میمیری، پاشو برا که میمیری. منو میگه هر کی فرشته هشم میمینه شخینا میمیره، میمیره. خب میگه تو فرشته هشم دیدی کوشخینا؟ من تو کوشخینا دیدی؟ ما آتش دیدم، ما فرشته هشم دیدی. همه که فرشته هشم دیدن، ابراهام دیده، اسحاق دیده، موشه ربینو دیده، هارون کوهن دیده، همه اینا دیدن، کدومشون مردن؟ هیچ کدومشون هم نمردن. هر کی شخی ندیده مرده، این که شخی نبوده فرشته هشم بوده. پاشا 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 که برام میگی میافتیم میمیری. وقتی زنو به منو میگه، منو هم بلند میشه و سرش میندازه پایین و دست زنش میگیره و خوشحال و خندون میرن خونه. تا روز بعد و دنباله این داستان. شب و روزتون بخیر، خدایا رو یاورتون.